با هم دیگه بریم آدشیم که هم خواهم پتو بزنم. سلام نوای گلم، اگه اولین باره که ویدیو منو میبینی خیلی خوش اومدی، اگه هم که نیکی فامیلی هستی و از قبل سابسکرایب کردی خیلی خوش اومدی. نوای گلم حالت چطوره؟ خوش اومدید به یک قسمت دیگه از دهه 90ها، یکی از محبوب ترین ویدیوهایی که شما خیلی دوستش دارین و جالبه که دهه 90ها هم خیلی دوستش دارن، محبوب همه دهه ها. خوراکی امروز براتون یه کیک بسیار بسیار خوشمزه آوردم. این یه کیک معمولی نیست بچه‌ها و همینطور اسپانسرم نیست. کیک میک رو هر جا دیدین بخرین و بعدش منو دعا کنین. احساس میکنم تو این کیک یه جادو جنبلی ریختن، چون اصلا فرقی نداره این کیک تولیدش مال کی باشه، هر زمان که اینو بازش کنین به نرمی و لطافت یه بالش میمونه و یه بوی مهربون خیلی بامزه‌ای داره که با چای خیلی میچسبه. و اگه فکر کردین براتون چای نیاوردم بچه، من تو پینترست این لیوانو دیدم و خیلی ازش خوشم اومد و چون هیچ جا نمیتونستم پیدا کنم گفتم دست به کار بشم و خودم درستش کنم. چرا که نه، تولید ملی، خودکفا بودن، مگه من چیم از کسایی که سرامیک و سفال درست میکنن کمه. و طی تلاشی که داشتم تونستم این رو به سرانجام برسونم. بچه نخندین، درسته که درش به هیچ عنوان روش جا نمیشه و اصلا فیت نیست، اما کار دست به هر حال هیچ وقت بی نقص نیست، میدونی؟ و من توی این براتون چای ریختم نوای گلم، مطمئنم که چای خوردن در لیوان قارچی جنگ زده خیلی هم میچسبه. خب دیگه بریم سراغ دهه 90ها. خیلی زیباست که واقعا یه سری دهه 90ها خودشون به من پیام میدن و میگن که به پیج من ریاکت برو. یکیش این دختر قشنگمونه به اسم آیلین که میگه من یه دهه 90ها ام، از منم داخل کانال یوتیوبت فیلم بذار. وای خیلی بامزه است، ولی خب میدونی پیجت خیلی گوگولیه، مثلا ویدیو گذاشته تست موچی. تو یه دهه 90ها کاملا نرمال هستی. میخوام اولین ویدیو رو با یاس عزیزم شروع کنیم که یه استعداد ویژه‌ای در رپ کردن همه آهنگا داشت. سلام خوب میتی قربم جانو، الان اومده که بهمون ارت معرفی کنه. بله ارت، عطر نه ارت. ماما میا ماما سیتا. سلام بچه ها، با یه ویدیو دیگه. بچه ها فقط نگاه کنید این ارت، نگاه کنید، من خدا یاسم که با تون فیلم گرفتم. مامو یاسم بچه، یادتون نرم که با تون فیلم گرفتم، همونی که همه آهنگا رو رو سرعت 5x میذارم. من اون یا کنی فقط یه لحظه شبیه خالصیز که شده. عزیزم الان چرا یه لحظه خودشو نشون داد؟ میخواست احراز هویت کنه. I'm not a robot. گرونترینه و این لاکم همینطور گرونترین و خفنترین اکیل دنیا. اینو ببینید، اینو تماشا کنید، این میرون که درست شده با طلا. با طلا، واو. فقط ببینید، حالا درشو باز کنم خراب میشه. درشو باز کنه خراب میشه؟ پس شما چوری استفاده میکنین از گرونترین اکیل طلای دنیا؟ سیو کنید پیجم، برید فالوورای عزیزم. بچه ها اونا که فالوور همون دستشون در نکنم. اونا که فالوور نیستن و نگفت، نمیدونم الان تکلیف ماها چیه، ولی اونا که فالوورش نیستن برن تو اتاق به کارای زشتشون فکر کنن. انگشتات چی شده عزیزم؟ احساس میکنم لای دری چیزی مونده. بعد رو در لاک هم رد دندوناش هست، یعنی مشخصه با دندون لاکشو باز کرده. واو. ببینیم جایدن آهنگ چی داده بیرون. خواننده‌اش باید اینو ببینه. بچه‌ها همگی همت کنید که خواننده کی است. سرش رو انگار بخونیم. بچه‌ها لالا. چوزر گلتونه. سر بالا. آورتون حلاج میان تو چیکالا. من احساس میکنم گادپوری اگه اینو بشنوه کلاً از صنعت موسیقی خداحافظی میکنه و میره راننده تاکسی میشه. ابرو من کش نکن، کت خلا خان یارمه، کت خلا خان خوشگلم و خوشگلم، دلها گرفتارمه. بچه بهم میگید این چابک سوار چیه؟ یه وسط آهنگ یه دغدغه ذهنی پیدا میکنه که همون لحظه باید بپرسه. یه دونه ویدیو داره که خواننده نبینه اینو، واقعا برام سوال شده که چرا؟ سلام بچه برنگر خونی، من الان نوشینون یه تقرشینون یه موچ از آلا چه
رفقامو سکو ما چی؟ من فقط اون قسمت من الانشو فهمیدم، از اونجا به بعد دیگه گم کردم خط داستانیو. یعنی این ویدیوها با اراده و اجازه خود پدر مادر گذاشته میشه. بعد این بچه خیلی کامنت هیت داره، من واقعا نمیفهمم چجوری بعضیا میان برای بچه آخه فوش مینویسن. البته امیدوارم واقعا پیج دست این بچه نباشه، ولی خب وقتی گوشیو میگیره و از خودش فیلم رکورد میکنه قطعا دسترسی هم داره دیگه. یه داداش داره به اسم یاسین، چرا یاسین رو نمیاری تو ویدیوها؟ چند سالته؟ 5 سالشه. بچه خجالت بکشین، تو 5 سالگی این همه استعداد داره، تو چه استعدادی داری ها؟ خب حالا با هم دیگه آماده بشیم که بریم تتو بزنیم. آقا من پیج این بچه رو میخوام، هر کی برام پیج این بچه رو بفرسته یه نوع کلاه براش میبافم میفرستم، کاملا هم جدی. با هم دیگه بریم آدشیم که من میخوام تتو بزنم. راستش مامانم اصلا نمیذاش که زیر 18 سال این کار انجام بدم، اما به سختی راضیش کردم که توی 8 سالگی این کار انجام بدم. چه جوری مامانت تو راضی کردی تو 8 سالگی بری تتو بزنی؟ مامانه رو شکنجش دادی؟ چیز خورش کردی؟ دعایی کردی؟ چیکار کردی؟ کاش زر دقیق‌تر توضیح میدادی. این پروسه خیلی مهمتره تا اینکه ما الان با تو بیایم آماده بشیم بریم تتو بزنیم. الله اکبر. خیلی پرسجو کردم. از همکلاسی های دبستانت؟ خیلی درد داره. ولی چون میخوامش مهم نیست. ببین این تتوه ها پاک نمیشه ها. این چه تتویه که تو انقدر تو 8 سالگی میخواستی بزنیش؟ بزن بریم. خب من ازم بزنم. وای باورم نمیشه. قدم هچی زدم بوده برام کم، هر روزم بیشتر فول آرم داره میزنه. چی کن؟ چند تا تتو زدی؟ وای من تتو اسکلت میبینم اینجا. وای خدای من. برای خواستهاتون بجنگین؟ کم مونده بود تو بیای به من بگی برای خواستهات بجنگ. برای خواستهاتون کتک بخورین، ما باباتون شما رو بندازم بیرون، مهم نیست. هر چی من میگم. یه طرح گل روز میبینم، کاش از تتوهاش میذاش. برای خواستهاتون بجنگین. وای برای خواستهاتون بجنگین. هیچ وقت فکر نمیکردم که یه بچه 8 ساله بخواد با تتو زدنش به این پند اخلاقی بده. یعنی اون روزی که من پیج این بچه رو پیدا کنم یه نوع ویدیو کامل اختصاص میدم که بشینیم پیجش رو تحلیل کنیم. همه ویدیوهاش رو نگاه میکنم، فالوش هم میکنم. تازه این بچه الگوی من از این به بعد، اسمش هم نمیدونم آخه. دیدین میخواین اتاقتون رو تمیز کنین یا جوگیر میشین کل کمد و کشوها رو میریزین بیرون، بعد وقتی همه لباساتون کف زمین پخشه میگین این چه غلطی بود که من کردم؟ رونیکا جون هم وقتی داشته اتاقش رو تمیز میکرده اصلا یهو تشنج میکنه از این حجم از لباس. لباسای تابستونی و زمستونی من رو هم دیگه میشن یک چهارم کمد این بچه. خدای انصاف نیست، ما بچه بودیم یه دست لباس مهمونی داشتیم یه دست لباس تو خونه، و تا هم اونا رو 200 بار استفاده نمیکردیم و فرسوده نمیشدن خبری از لباس جدید نبود. بعد نمیدونم چرا این آهنگ رو روش گذاشته. آهنگ تریاک. آهنگ سیخ و سنگ. آهنگ تریاک؟ دهه 90 ها ساسی رو دیس کردن. این چه جمعیه؟ بچه ها یه دست بزنید واسه خاله کسرا. نگه چه ناز میخنده و نیسته شبیه مشنگا. خاله کسرا؟ آفر کسرا بگو. آفر کسرا بگو. آفر با بیلا آفرین بابیلا. شبیه محتوای خوابام میمونه. همه خوب یاری یه جا داری جون، به نظر تو آب داری جون، مگه با اون شبیه خودته؟ واقعا بابای خوبی داری. یالو بابا است، چرا حرکات پرشی انجام میده؟ این ویدیو الان ترانه سرا داشته، تنظیم کننده آهنگ داشته، فیلمبردار داشته، تدوینگر هم داشته. یعنی عواملی در تهیه این اثر فاخر کمک کردن. آیا ترک سیگار براتون سخته؟ آیا بعد از هر نخ سیگاری که میکشین میگین این دیگه آخریشه؟ خدایا از شنبه ما اینجاییم که بهتون کمک کنیم. چی خواهشی ازت بکنم؟ میدونم که ترک کردن سیگار خیلی برات سخته، ولی میشه به خاطر من کمش کنی؟ آخه حیف بدنت نیست؟ حیف اون دندونات نیست؟ درود چشمات بگردم من. باشه. دیدمت سیگارام بیشتر شد.
بچه نیتش خیره، خدای مسخره نکنید. دختر خوبمون ماه رو یه دختر 8 ساله برای عید چقدر خرج داره؟ اول رفتم یه مغازه که همیشه ازش خرید میکنم، بعد اینو انتخاب کردم، اینجا دارم جست میگیرم و با لباسا کلی حال میکنم. خلاصه که 5 دست لباس خریدم شد 11 و 800. 11 و 800؟ وای، ما از یه سن به بعد دیگه مامانمون اینا بهمون عیدی هم ندادن حتی. چه مظلوم بودیم، ما هر سنی میرفتیم عید دیدنی عیدیامون رو میدادیم به مام بابامون توی حساب بانکی برامون پس انداز کنن، که اصلا کو الان اون حساب پس انداز کو. من با این سن 12 تومن نمیدم برای لباسام، بعد تو 8 سالته فقط. بعدش رفتم کفش فروشی، من عاشق خرید کفشم. آره دیگه، پولشو که خودت نمیدی. 3 تا کتونی خریدم. 3 تا کتونی؟ 4 و 800. دیگه بیهست شدم الان، احساس میکنم 12 تومن الان مثلا 5 تومن. 3 تا کتونی باز خوب خریدی. بعدش رفتم طلا فروشی، گوشتر خوشگل خریدم شد 8 تا 500. فقط 8 و 500؟ هیچ ایده ای هم ندارم که این پولا از کجا میان، من فقط خرجشون میکنم. چون مو و پوستم خیلی برام مهمه، کلی وسایل مراقبت از مو و پوست خریدم. مراقبت؟ کلی وسایل مراقبت از مو و پوست خریدم. بعدم پدیکور انجام دادم که شد 300، فیشال صورت 700، مانیکور 380 و در آخر پروتئین تراپی موام شد 3 و 200. خب حالا به من بگید که امروز من روی هم رفته چقدر خرج کردم. همسن تو بودم یه پاکون داشتم بوی توت فرنگی میداد خوردمش. مام بابات بچه دیگه ای نمیخوان؟ ماه رو جان من احساس میکنم اصلا یه حس خواهر بزرگی بهت دارم، میدونی؟ بیا با هم دیگه میریم پدیکور، فیشال، با هم دیگه ویدیو یوتیوب میگیریم. همیشه دوست داشتم که یه خواهر در نودی داشته باشم، میدونی؟ بچه این همونیه که تتو زد، این همونیه که تتو زد، پیداش کردم. من چجوری نشناختم؟ ای بابا، من قول کلاه بافتنی دادم. خب من تو این ویدیو یه دونه پیام مخفی میذارم، هر کی تونست پیداش کنه براش یه دونه کلاه میبافم. چون قول داده بودم دلم نمیاد که این جایزه رو ندم بهتون، پیج تو پیدا کردم ماه رو جان. بعد ببین چی گفته آخه. سلام بچه ها، من توی ویدیوی قبلی واقعا تتو نزده بودم. تو ما رو گول زدی، الان من میتونم از دستت شکایت کنم. با احساسات من بازی شده، تو گفتی به خاطر خواستهاتون بجنگین، هیچ وقت تسلیم نشین. احساس میکنم هر باوری که داشتم زیر سوال رفته. تو چیکار کردی با ما؟ همش برچسب بود، این فقط یه چالش بود. راستش من به خاطر این برچسب کلی از مامانم اجازه گرفتم. آخه مگه میشه یه بچه 8 ساله تتو بزن؟ حالا بیاین با هم این برچسب رو پاک کنیم. ببینید پاک شد. ایموشنال دمیج، واقعا ناراحت شدم، ما رو تو حساب باز کرده بودیم، تو از اعتماد و سادگی ما سوء استفاده کردی. اصلا دیگه نمیتونم ویدیو رو ادامه بدم. بچه برید ویدیو تمام شد. تمام شد. هستین هنوز که؟ خب بچه، امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگه این ویدیو رو دوست داشتین حتما لایکش کنید، و اگر دوست داشتین ویدیوهای بیشتری از من ببینین حتما سابسکرایب کن. هموطن خیلی دوستتون دارم، نیک فامیلی، و من شما رو توی ویدیو بعدی میبینم. خدافظ.